خب با سلام و درود مجدد و تشکر از شما عزیزان، طبق روال همیشگی برنامه های کیمیا خطاباز هستن هستم یعلان و میتونید تشمیه روی خطوط و سوالات خودتون رو مطرح کنید. عزیزانی که میخواهین برنامه های ما رو دنبال کنید، من ساعت برنامه ها رو خدمتون میگم. روزهای تمام ساعت های وقتایی هم که میگم به وقت ایران هستش. روزهای دوشنبه ساعت 6 بعد از ظهر، چهار شنبه ها خیلی خیلی صبح زود ساعت 3 صبح به وقت لس آنجلس، باز همش همه وقت وقت لس آنجلس، و جمعه ها ساعت 11 و نیم صبح، و یک شنبه صبح خیلی خیلی زود 1 بامداد، یعنی تقریبا درست بعد از نیمه شب شنبه 1 صبح یک شنبه، و یک شنبه شب ها ساعت 8:30 شب. اگر هم دوست دارین برنامه ها رو میتونین از طریق یوتیوب نگاه کنین، خیلی از برنامه های ما روی یوتیوب میره و میتونین از اونجا برنامه ها رو ببینین، و اگر هم که میخواین با عقاید و باورها و ایدئولوژی من آشنا بشین، میتونین کتاب سرچشمه حیات تهیه کنین که تمام صحبت هایی که میکنیم خیلیش در اونجا هست و از اونجا به هر حال تمام مرام و صحبت من در اونجا به هر حال نشون داده میشه در اون کتاب. اگر دوست دارین که تحت نظر ما باشین، مشاوره ای داشته باشین، از مکمل های غذایی ما استفاده کنین، یا اینکه کتاب رو بخواین تهیه کنین، و برای هر کدوم از اینها میتونین مستقیم با مطب ما تماس بگیرین. اگر راحت تر براتون، برای عزیزانی که در ایران هستین، میتونین با اون شماره ایرانمون تماس بگیرین، با همکاران ما در ایران که در خدمتتون باشن و 100% کارتون رو راه میندازن. اگر هر گونه اشکالی مشکلی بود که تماس حاصل بشه، باز میتونید با مطب تماس بگیرید که ما شما رو در تماس بذاریم. عزیزانی که دوست دارین که یک پیامی بدین که نظری باشه یا پیامی باشه یا پیشنهادی باشه یا ایده‌ای باشه یا انتقادی باشه از کار من، برنامه های من، کاربرد مطب و غیره، میتونین مستقیم برای من پیام بذارین. پیامگیر شخصی که اول و آخر برنامه اونجا اعلام میشه، و اینکه میتونین ایمیل بدین، و یا اینکه میتونین از طریق فیسبوک ما رو جوین کنین و پیام اونجا بذارین. فقط خواهم خدمتون بگم عزیزانی که پیام میذارین، وقتی میگم پیام بذارین، من پیام رو گوش میکنم حتما، یا میبینم یا میخونم، ولی اگر که چیزی باشه که ترتیب اثر بدیم، حتما ترتیب اثر خواهیم داد. و اگر که پیام شما در هر کدوم از اینها مربوط به سلامتی شما هستش، من پیشنهاد میکنم که مستقیم با مطب تماس بگیرین. اونها بعضی موقع ها ممکنه 2 هفته، 1 ماه، بعضی موقع 2 ماه طول بکشه به خاطر حجم زیاد پیام ها. برای همین اگر عجله دارین برای سلامتیتون و غیر، پرونده میخواین تشکیل بدین و تحت نظر ما باشین، سوالی دارین، برای اون منظور بهتره که با مطب تماس بگیرین. در غیر این صورت با هر کدوم از راههایی که گفتم میتونین با ما در تماس باشین. خب اگر اجازه بدین خطوط رو شروع میکنیم. برنامه کیمیا بفرمایید. الو، برنامه کیمیا بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، لطف کنین تلویزیونتون رو کاملا ببندین که بتونیم با هم صحبت کنیم عزیزم. گوشی خدمت باشیم. الو جانم بفرمایید عزیزم. الو، بله بله، سلام آقای دکتر، سلام عزیزم، خواهش خواهش. من الان مدت هست ناراحتی معده و روده داشتم. بله. بعد زخم اشعه گرفتم در اثر ناراحتی حساب و این چیزا. چند دکترم رفتم معالجه کردم، خوب شدم. ولی الان چندین بارم که با خانم سوفیا صحبت کردم، موفق نشدم. سرم پرونده تشکیل دادم. حتی کتابتونم گرفتم با سیدی برام فرستادم. اوکی. حالا خواستم به شما بگم که من الان ناراحتی معده دارم. من پیش دکتری رفتم که دکتر من همین قرصای نگزیوم و دیگه کلوپاک و دیگه
از این قصه زده هستید بهتون من داد که بعد بله بعد به من گفتن که باید اندیسکوپی کردم هم از روده هم از معده معدمو گفتن که چون متورم شده به خاطر همینه که ناراحتی وجودم برعکس حالا علتش این بود که من آب آلوده بود مثل که بعد مزاجی رودم خراب شد خیلی آب چی خورد؟ آب چی؟ متوجه نشدم چه نوع آبی خوردین فرمودین؟ آب آسمیدنی آبتون آلوده بود آبی که نوشیدین بله بعد ناراحتی روده پیدا کردم بعد یه دکتر رفتم بودم انگل داری انگل داری من خلاصه خیلی رفتم ولی به همه آزمایش هایی که دادن بودن انگل نیست خب بالاخره رفتم پیش دکتر خودم که دکتر خانوادگی بود رفتم اونجا اندیسکوپی کردم و هر دوتا را من چیز کردم برام اندیسکوپی کردم بعد گفتن که معده متورم شده یکن عفونی شده به خاطر اینکه روده‌هات هم ناراحتی پیدا کرده قرصایی که به من دادن الان بهتر شدم ولی من گاهی نفخ میکنم معدم دلم مثلا چیزی که میخورم مثلا چیزی هم اونطوری نمیخورم نفخ میکنم بعد جوری چندین بارم وضع مزاجیم چندین بار کار میکنه یا کار حالت یوزو ترس دارم چیز دارم خیلی بده مزاجیم بده بله بعدی موقعم که دهنم تو حلق که دهنم آب دهنم اینو توی حلقم یه مزه مثل که زرداب باشه بله زرداب بله اینطوری بله متوجه شدم عزیز گفتم ولی الان خدمتتون میگم الان بهتون میگم شما اولا چند سالتونه و گروه خونیتون چیه؟ من گروه خونم بی مثبته چند سالتون الان؟ الان 59 ببینین من یه توضیح خدمتتون میدم و بهتون میگم که دلیل اینی که شما اثنا عشرتون اولا زخم شده و تورم توی معده و غیره به وجود اومده به احتمال قوی چی میتونه باشه استرس 100% نقش داره ولی باید یه شرایط دیگه هم فراهم باشه که یه همچین حالتی پیش بیاد معده استرس دارم بله ببینید محیط معده باید یه قسمت های از بدن هست که محیطش باید اسیدی باشه یه قسمت های از بدن هست که محیطش باید قلیایی باشه و اگر این بالانس از بین بره زیاد جالب نیست مثلا معده باید محیطش اسیدی باشه کاملا اسیدی و اون شیره معده و یا هیدروکلوریک اسید اون چیزی هستش که بسیار اسید قوی هم هستش که اگه شما مثلا یه سکه رو توی یه لیوان بریزین و این اسید معده رو روش بریزین سکه تا صبح اصلا پودر شده اینقدر قویه و دیوارهای مخاط معده اینقدر خودشون به این اسید ایمیون هستن به خاطر اینکه در تمام مدت این اسید در جریانه حالا چیزهای دیگه هم در معده باید ترشح بشه که غذا هضم بشه ولی فعلا این اسید معده رو داشته باشین بعد دو جای دیگه از بدن هستش که باید یه سری آنزیم و یا چیزهای مختلف بیاره وسط که غذای ما درست من سعی می‌کنم خیلی ساده صحبت کنم که کاملا هم متوجه بشه که غذا درست هضم و جذب بشه یکی لوزول معده ما هستش که همون پنکریسه که یه چیزایی مثل پروتئاز و امیلیز و لایپیز و غیره رو آنزیمای مختلف پنکریس و یا از پنکریس ترشح میشه و میاد و یکی هم صفرا هستش که از کبد و طریق کیسه صفرا و مجاری صفراوی میاد همه اینها میان و وارد اون اثنا عشر میشن خب حالا اثنا عشر اون محیط اثنا عشر مثل محیط معده نیست مخاطش که بتونه اسید و راحت مهار کنه خب حالا وقتی که این اسید غذا و اسید و تمام اینا وارد این اثنا عشر میشه در همون حال هم باید صفرا و در همون حال هم باید آنزیمای لوزول معده وارد این جریان بشن که این یه مقداری حالت خونسا پیدا بکنه اگر مقدار اسید معده کافی باشه و بیاد و اون پنکریاتیک انزیم یعنی آنزیمای لوزول معده و آنزیمای و صفرا کمتر باشن و نیان این اسید غلبه میکنه و میتونه توی اثنا عشر و یا دوادنوم یا اون دوازدهه
میتونه ایجاد ایریتیشن و زخم بکنه اون اسید زیادش. چرا؟ به خاطر اینکه اون به خاطر این نیست که اسید معده زیاده. این یکی از اشتباهات خیلی زیاد و بزرگیه که متاسفانه بسیاری از متخصصین میکنن. این به خاطر زیادی اسید معده نیست، این به خاطر اینه که ممکنه کمبود آنزیمای دیگه مثل پنکریاتیک و یا ممکنه به خاطر درست و در زمان مشخص و معین ترشح نشدن و یا نیومدن به موقع صفرا هستش. حالا اگر شما مشکل داشته باشین مثلا با پنکریاس و لوزالمعدتون و این آنزیمای لوزالمعده که الان ازتون میپرسن و کاملا به اون اصل مطلب میرسیم که دلیل این مشکل شما چیه، اگر اونا کم باشه میتونه این مسئله پیش بیاد. اگر صفرا به درستی نیاد یا گرفتگی باشه یا تورم باشه یا بلاکج باشه یا هر چی، یا اینکه صفرا به اندازه کافی نیاد به هر دلیلی، باز میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه. بعضی موقع این گرفتگی ها هستش، صفرا نمیاد یک دفعه میاد و بی موقع میاد و همون موقع هستش که این میریزه ریخته میشه و میاد بالا و در دهان شما یک مزه خیلی خیلی بد و شاید بعضی موقع تلخ مزه و بعضی موقع ها چیزی که عزیزان همیشه به من میگن، خیلی ببخشید، میگن مزه زهرمار میده. یعنی اینقدر دهانو بدمزه میکنه، این یه حالتی میکنه که خیلی آدم اذیت میشه. حالا من موقع اندوسکوپی کردم تو دستگاهی که لزون نشون داد، مده منو نشون داد که دهن این میدم شل شده. الان میگم خدمتون چرا. بله الان بهتون میگم. حالا وقتی که اسید مده هم کم باشه میتونه ایجاد مشکلات خیلی زیادی بکنه که باز اون هم ببین، یکی از بزرگترین اشتباهاتی که امروزه داره انجام میشه اینه که اسید معده معمولا کمه ولی علائمی که از خودش نشون میده اون کم بوده اسید معده یه حالت اسیدی بودنه و به خاطر همین این قرصای ضد اسید مشکل شما رو به صورت خیلی موقت به حالت بتونه کاری از بین میبره، از بینم نمیبره و روش سرپوش میذاره ولی دراز مدت اذیت میکنه. درست مثل اینه که از چاله در بیاد آدم بیفته توی چاه. حالا شما وقتی که اسید معدتون کم باشه، اینم توجه بکنید، اسید معده که کم باشه غذایی که توی معده باید هضم بشه به درستی هضم نمیشه و میمونه و میشینه توی معده و یه حالت پیتریفیکیشن و یا تخمیر به وجود میاد. خب بعد این یه گازی ایجاد میکنه. اکثر کسانی که اسید معدهشون کمه همش بعد از غذا احساس گاز میکنن، میگن شکم من تخت صبح تا بعد از اون یه دفعه مثلا مثل آدمای حامله میشن، مثلا میاد جلو شکم یا مثلا بادگلو یا یوبوست یا تمام اینها نشون دهنده اینه که اسید معده کمه. ولی علامتش چیه؟ اینه که این میمونه توی معده، گاز ایجاد میکنه، پیتریفیکیشن ایجاد میکنه، تخمیر. این گاز همیشه سبکه، میره بالا، میاد بالا، فشاری که این گاز به اون دریچه‌ای که مری رو به معده وصل میکنه باعث باز شدن این دریچه میشه و این اون گاز مانند و یا اون مواد میاد توی مری ما اسافگس که باز مری ما مثل معده ما اون حالت مخاط و اون حالت مقاومت در مقابل اسید نداره، ما یک حالت اسیدی و غیره توی اون مری ما ایجاد میشه و حتی بعضی موقع میتونه ایجاد ایروژن بکنه و این مری رو اذیت بکنه. حالا اکثرا تصور برای اینه که این به خاطر زیادی اسید معده است، در صورتی که برعکس، این به خاطر کمبود اسید معده است. ولی این حالت رو برای شما ببینید، وقتی که این تکرار میشه هی و این دریچه رو هی باز میکنه، دریچه بعد بسته باشه که غذا از پایین به بالا نره و وقتی که از بالا به پایین میاد دریچه باز میشه میاد پایین یه ولو و اون سپینکتر و بعدن بسته میشه. خب وقتی این شل میشه این موقع میمده آقای دکتر، اون موقع میمده از حلقم بیرون مثلا اون موقع ها، ولی الان که مثلا این الان به خاطر اینکه ضد اسید بهتون میدن دو تا بدن میداد، دقیقاً به خاطر اینکه این قرصای ضد اسید رو میخورین اون حالت برای شما به وجود نمیاد ولی مشکل شما داره چند برابر میشه، یعنی ریشه مشکل شما داره قوی تر میشه ولی علامت مشکل شما از بین رفته. علامت مشکل رو از بین میبرن ولی ریشه داره قوی تر میشه. مثل اینکه یه آتیش اینجا جلوتونه، شما هی فوت بکنین آتیش رو یه مقدار بالاشو خاموش میکنین ولی به اون خاکستر زیرش دارین اکسیژن میدین. خب شما من چی بگم، حالا وقتی که این حالت به وجود میاد، این حالت که به وجود میاد محیط و وقتی که اسید معده کمه محیط و در معده آماده میکنه، مهیا میکنه برای پتوجن ها مثل باکتری های مختلف
و این یکی از دلایل عمده به وجود اومدن، یعنی به وجود اومد که نه، رشد اون میکروب هلیکوباکتر یا اچ پایلوری هم میشه. و وقتی که این اتفاقات میفته، غذای شما درست هضم نمیشه، اسید معدتون کمه یا بایلتون به اندازه و درست کم و زیاد میشه و بی موقع میاد و با فشار میاد و به اندازه نمیاد و غیر مشکل داره، اینا همه باعث میشه که اون 12 و یا اثنا عشر شما که خیلی ظریفه و خیلی حساسه صدمه بخوره و بعد باعث بشه که غذای شما جذب نشه. و وقتی که غذا هضم و جذب نشه، مسلما توی روده، به خصوص از در ابتدا روده کوچک که باید این غذای درست هضم شده از طریق این مویرک های کوچک روده وارد جریان خون بشه، بسیاری از این غذاها و موادی که هضم نشده وارد اونجا میشه و ایجاد ناراحتی ها و تورم های مختلف، در یکی سردرد میاره، در یکی آرتروز میاره، در هر کسی میتونه ناراحتی پوستی بیاره و غیره، و بعدم باعث میشه که در روده بزرگم دچار اشکال بشه. خب حالا سوال شما با این تفاصیلی که من خدمتتون گفتم، سوالشو آیا متوجه شدین اولا که من چی گفتم، دوما اگر سوالی هم دارین بفرمایید. بله بعد بذار من مثلا ترشی بیشتر میخورم، ولی در از زمانی که معده اینجوری شد دیگه نمیخورم، ولی به دکترم گفتم من غذا بدونی که ترش نباشه نمیتونم. حالا گفت میتونی یه کمی آب لیمو مثلا لیمو ترش نه 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 آب لیمو اتفاقا برای شما خوب نیست، اتفاقا این هم پیشنهاد درستی نبوده متاسفانه. در این با اینکه اسید معدتون کمه، ولی ببینید یکی از علائم این حالت شما اینه که همش هوس چیزای ترش میکنین، یعنی تمام مدت بدن چیزای ترش میطلبه. خب نه زیاد نه، گاهی بیشتر ترش میطلبه. منم همینو دارم میگم، ترش. منم عرض کردم ترش. بس من چی گفتم الان؟ گفتم ترش یا چیز دیگه گفتم؟ درسته. بس چیزای ترش میطلبه و بهترین چیز برای شما، اگر دوست دارین که 100% اینه که تماس بگیرین با ما، ما یه سری مکمل بهتون میدیم، ولی فعلا هم اگر میخواین یه مقداری کمک بشه بهتون، سرکه سیب بخورین با غذاهاتون. خیلی خیلی کم، ولی سرکه سیب به شما کمک میکنه، اون مالیک اسید کمک میکنه به شما. فعلا لیمو نه، فعلا لیمو برای شما خوب نیست، به خصوص با اون مشکلاتی که گفتین. فعلا از اون دوری کنین، بعدا اشکالی نداره، ولی فعلا اگر تماس بگیرین ما ببینیم که این بالانس شما چجوری هست. آیا دهانتون تلخ هم میشه صبا؟ جان؟ صبا دهانتون تلخ میشه؟ نه اوکی. نه تلخ نمیشه، ولی همون حالت احساس میکنم یه صفرای شاید بله شاید بله اون شاید ببینید اون صفرای شما به موقع نمیاد و بعد با فشار میاد بعضی موقع، اینو بعد یه مقدار مطالعه بشه. اون وقت شما هوس مزه شیرین هم میکنین؟ شیرینی؟ آها شیرینی؟ بله شیرینی. نه زیاد به اون صورت نه. اوکی عزیزم، همون. پس شما به احتمال زیاد اسید معدتون کمه. من نمیخوام تشخیص بدم پای تلفن، ولی به احتمال زیاد حدس من اینه. حدس من این هست. ولی من برای پرونده برای من تشکیل میدین چیکار کنم؟ بله تماس بگیرین، یا با مطب ما یا با اون شماره ایران تماس بگیرین، کارتون به هر حال راه میندازیم حتما. شماره ایرانو که دوستم گرفتم جواب ندادم. پیغام بذارین، اگر موفق نشدین تماس بگیرین یا به هر دلیلی نشد با مطب تماس بگیرین، حتما بچه های مطب در خدمتون هستن. باشه آقای دکتر. بعد آقای دکتر من شیر و اینا نخورم؟ شیر و... نه 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 نه، لبنیات نخورین، کافئین نخورین، چیزایی که کافئین و چای و یعنی چای و قهوه و اینا، نوشیدنی فقط آب بخورین. غذاهای سرخ کردنی هم نخورین به هیچ وجه. فرآورده های حیوانی و گوشت و اینا رو هم یه مقدار کمترش کنین، ولی به اندازش اشکال نداره. جان پس من با شما تماس میگیرم با مطبتون؟ تماس بگیرین، همه رو بهتون توضیح خواهیم داد عزیزم. همین الان میتونین تماس بگیرین با من. خواهش میکنم، خدا نگهدار. تماس میگیرم. اوکی عزیزم، قربونشون. خدا برنامه کیمیا بفرمایین. سلام، من روحت هستم. بله عزیزم سلام عرض میکنم، بفرمایین. بله سلام، من از وین زنگ میزنم، 56 سالمه. اوکی از کجا گفتین؟ وین؟ از وین. اوکی عزیزم بفرمایین. بله، من حدوداً 4-5 ساله که مبتلا به دیابت تیپ 2 هستم. تیپ چند؟ 1 یا 2؟ 2. تیپ 2. 2. اوکی. بعد البته کنترل میکنم، میخورم و سعی میکنم با عزیزم صداتون خیلی کم شد.
بله رژیم میگیرم و متفورمین هم 500 میلی گرم صبح و 500 میلی گرم شب میخورم. متفورمین میخوری؟ اوکی. بله. ولی مشکلم اینه که قندم صبح خیلی بالاتر از اونیه که شب هستم. شب دارم میخوابم قندم مثلا هستش 110-120 و صبح که بالا میشم 140-150. اینکه خیلی مراقب هستم. اوکی. اصلا نمیتونم این رو مثلا کنترل کنم بیارم پایینی تا اونجا که مقدوره شب بازه به غذا خوردن میشم، ولی به من که مثلا خیلی چیز خیلی کوچیکه چیزی حتی میخوام نصفه یه شکلات مثلا خیلی. نه نکنین این کار عزیزم، شما شبا به هیچ وجه نباید شکلات بخورین. الان من خدمتتون میگم، اولا به من فرمودین 56 سالتونه؟ 6 سالمه. اوکی عزیزم، چند وقته که یائسه شدین؟ بله من خیلی زود یائسه شدم. 39 سالم بودش که از ایران که اومدم اتریش، بلافاصله شروع کرد مفاضه من شروع شدن. یه مقدار درمان کردم بعد دیدم درست نمیشه دیگه، هفتور موندم و یائسه شدم. تقریبا سن 42 سالگی دیگه من پریود نداشتم. اوکی عزیز، بعد شما لول استرستون چقدره الان؟ سطح استرستون چقدره؟ استرس هم خب زیاده. من چیز هستم، حسابدارم و توی شرکت خب اصلا غروب با اعداد ارقام چیزا سرکار دارم. اوکی، اون وقت شما به من بفرمایین که تحرک بدنیتون چقدر هست؟ گفتم بهتون که من مجبورم بشینم پای کامپیوتر از صبح تقریبا. خب بله اونو متوجه شدم، ولی آیا هیچ تحرک بدنی دارین، ورزش میکنین یا نه؟ به طور رگل میسی نه، مثلا هر روز برم ورزش کنم نه. خب یه سوال دیگه هم دارم از خدمتون، شما چه ساعتی شام میخورین و بینش و چه ساعتی میخوابین و بین شام و شام چی میخورین؟ چه ساعتی میخورین و بین شام و زمان خواب چی میخورین و زمان خوابتون کیه؟ من معمولا بین ساعت دیگه دیر تا ساعت 8 شام میخورم. من بین ساعت 7 تا 8 شام میخورم. غذای نه خیلی سنگین ولی میخورم. مثلا در عرض روز غذا نمیخورم. خب این اشتباهه عزیزم، این اشتباهه، این اشتباهه. یکی از اشتباهای شما همینجاست. ببینین بعد چه ساعتی میخوابین؟ من معمولا بین 11:30 تا 12 میخوابم. بین بعد از شامتون تا زمان خواب چیا میخورین معمولا؟ خاصی نمیخورم دیگه. اونجوری بهت گفتم مثلا یه چایی میخورم، با چایی مثلا شاید یه دندون بزنم، یه دونه شکلات خیلی کم. مثلا یه درازه کوچولو، یا مثلا یه خرما میخورم، یا مثلا نه نه الان بهتون میگم، اجازه بدین من. بعد یه مشکلی دیگه دارم آقای دکتر جانم. من آدم چاقی نیستم ولی شکم هم خیلی بزرگتر از حد بدنمه. با اینکه ورزش میکنم یا مثلا کارایی میکنم که شکمم کوچیک‌تر بشه ولی اصلا موفق نمیشم. من اغلب نفخ داره تو شکمم، با اینکه مراقب هستم با غذام ولی نفخ زیاد میکنم. اصلا شکمم بزرگتر از تنم، جسم کوچیکه. و متوجه شدم. گوره خونیتون چیه؟ گوره خونم آی مثبت. بله. اوکی، ببینین شما مشکلتون دو تا چیز هستش. یکی خب قند خونتونه که اینو من الان توضیح میدم خدمتتون. یکی هم به احتمال قوی دستگاه گوارشتونه. همین صحبت که من الان داشتم با این خانم عزیز راجع به اسید معده میکردم، به احتمال زیاد اسید معده شما هم کمه. اکثر مردم اسید معدهشون کمه. ولی دیابت معمولا اگر بخواید به سلامتی برسین، سه تا عامل رو باید در نظر بگیرین. یکی غذاتونه، یکی سطح استرستونه و یکی تحرک بدنی. یعنی اگر شما از نظر قضا کامل 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 همه چیز رو رعایت کنین که نمی کنین الان بهتون میگم چرا، ولی ورزش نکنین یعنی تحرک بدنی نداشته باشین و استرستون زیاد باشه، قند شما مقاومت ایجاد میشه، بهش میگن سیندروم اکس و شما اون قندتون به درستی بالانس نخواهد شد. و اگر ورزش زیاد بکنین، غذاتون هم عالی باشه ولی استرس داشته باشین، باز هم یعنی هر کدوم از این ضلعهای مثلث اگر به درستی باهاش مواجه نشین باعث این مشکل میشه. من پیشنهادم به شما اینه که اولا به جای اینکه وعده اصلی غذای اصلیتون رو شبا بخورین، زورا بخورین.
دومن شما وعده غذایتون رو کوچولو کوچولو بکنی و تعدادش رو خیلی زیاد کنی که بیشتر از 2 ساعت معدتون زیاد خالی نمونه، تازه اسنک هم وسطش بخورید. سومن با هر وعده غذاتون 1 نوع پروتئین و 1 نوع چربی بخورین، چربی خوب. پروتئین مثلا یه تیک تخم مرغ یا مثلا غیر، چربی خوب که یا پروتئین خوبم داره بادومه، اووکادو برای شما عالیه، حالا اونم خدمتتون میگم که چیکارش کنین. اووکادو خیلی خوبه براتون. رو غذاهاتون روغن زیتون بریزین تا اونجایی که میتونین، روغن زیتون خام ارگانیک بریزین. خانم آقای دکتر اغلب روغن زیتون میزنم. اوکی خیلی عالیه، به خاطر اینکه این باعث میشه که قند خون شما رو به آرومی رها کنه، یعنی قند و غذاتون که تبدیل به گلوکوز میشه به آرومی رها کنه، تایم ریلیسش میکنه این چربی های خوب. خب حالا شما صبحونتون باید وقتی که بیدار میشین یه پروتئین خیلی خوب بخورین، مثلا یه تخم مرغ ارگانیک برای شما خیلی میتونه غذای سالم و خوبی باشه. شبها شام که میخورین اولا شامتون خیلی سنگین نباشه، شام سنگینتون زورا باشه، ولی 1 ساعت قبل از اینکه میخواین بخوابین، 1-2 ساعت قبل از که میخواین بخوابین، شما یه تیکه اووکادو یا یه مقداری بادوم یا روغن بادوم یا این چیزها رو مصرف کنین. شاید بهترین چیز براتون باشه که یه کمی اووکادو با چند تا بادوم بخورین. بادوم اتفاق میفته که بخورم آقای دکتر؟ بادوم یا مثلا پسته میخورم یا پسته بادوم؟ نه یا... پسته نه بادوم. پوستش هم بکنیم، تو آب خیس کنیم، پوستش رو نخوریم بهتره. بعدم حتما شما به خصوص به خاطر کاری که دارین، یعنی کار شما یکی از دلایل قند شما کارتونه، به خاطر اینکه هم استرس آورده براتون و هم عدم تحرک. حالا من نمیگم کارتون رو ول کنین، ولی یه مقداری شاید استرستون رو باید چیز کنین، یعنی مثلا وسط روز وسط کارتون دراز بکشین رو زمین، پاتون رو بذارین روی صندلی، یه نفسای عمیق حتی شده برای 5-10 دقیقه آروم بشین و حتما هر چند دقیقه یه بار، عذر میخوام، هر 1 ساعت یا 2 ساعت یک بار بلند شین، یکم نرمش کنین، راه برین و حتما هم روزی 30 دقیقه یه پیاده روی داشته باشین. بله. خب این کارا رو شما انجام بدین. مکمل هایی هم ما داریم که من مطمئنم بهتون کمک میکنه، به خصوص در مورد دستگاه گوارشتون. شما به احتمال زیاد اسید معدتون کمه، اکثر کسانی که شکمشون اینجوری میاد بالا و میگن من غذا اصلا به اون صورت نمیخورم ولی صبح شکمم تخته، زور تا بعد از ظهر شکمم میاد جلو، معمولا اینجور اشخاص بادگلو شاید داشته باشن، یبوست شاید داشته باشن، احساس پری میکنن، ریزش یبوست دارم آقای دکتر، ولی بادگلو چرا؟ اغلبا بادگلو که بله ممکنه بعدها اگر ادامه پیدا بکنه ریزش مو باشه، ادامه پیدا بکنه کمبود ویتامین 12، کمبود B12 میشه، کمبود آهن میشه، خیلی از این مسائل میتونه، پوست یه مقدار حالتش عوض میشه. 3 دقیقه چشم، اینا همه چیزایی هستش که اگر کمبود باشه که اینا ما به راحتی میتونیم براتون حل کنیم. من پیشنهاد میکنم یه تماس با مطب بگیرین، چند تا مکمل بهتون بدیم، اکثر این مشکلاتتون حل میشه، ولی خودتون هم باید این عرایزی که خدمتتون داشتم، پیشنهاداتی که دادم حتما رعایت کنید. بله متوجه شدم. بعد این دلیل اینکه قند صبح هم بیشتر از قند شبمه، این مربوط میشه به کبد؟ اما آقای دکتر کبدت کار درست انجام نمیده؟ ممکنه کبد باشه، ولی امکانم هستش که شما شام خیلی خیلی سنگین میخورین، شامتون باید یه شامی باشه. شام سنگین، باور کنید که من به شام میگم قند اونجوری نمیخورم، خودم میدونم که نباید شام سنگین بخورم، ولی این همیشه اینطوره، اتفاقی نیست. من متوجهم. شما این کارا رو انجام بدین، من مطمئنم که یه مقدار زیاد از مشکلاتون حل میشه. ولی گفتم چند تا مکمل هم بدیم، این مسئله قند خون چیزی که ما به راحتی میتونیم حلش کنیم، فقط باید خودتون هم رعایت کنین و یه مقداری این ساپلیمنت ها رو مصرف کنین، مشکلتون حل میشه. خوابتون چطوره؟ کیفیت خوابتون چطوره؟ نه اواخر دیگه خوب نیستش، الان ماهی که خوب. یکی از دلایلش هم میتونه همین استرس در خواب باشه، یعنی اگر خواب شما درست نباشه، کیفیتش درست نباشه، همین میتونه باعث مشکل هم بشه براتون. خیس عرق میشم، 5 مرتبه خیس عرق میشم، خب از خواب بیدار میشم، الان خیلی دیگه شدیده. اوکی. در طول شب شاید 10 بار 5 بار میشه که من خیس عرق میشم. بله. از خواب بیدار میشم. خب یه مقدار پس اگر اینه یکی از دلایل عمدهش میتونه همین باشه که شما صبح که پا میشین قندتون بالاست.
نمیفهمم برای چی. میگن که مال هورموناست، ولی من الان مدت زیادیه که تو ممکن از هورمون ها باشه، ولی احتمال زیادم داره به خاطر استرستونه. شما ممکنه استرس خیلی زیاد دارین، انگزایتی دارین، اینا میتونه باعث این مشکل. باید به نظر من یه پرونده با ما تشکیل بدین، حتما کمکتون میکنیم. من پس اگه این زنگ میزنم به مطبتون که مفصل‌تر باهاتون. بله، الان بچه‌ها مطبن، همین الان میتونین تماس بگیرین، براتون یه ترتیب مشاوره بدن. بله، متشکرم. خواهش میکنم عزیزم. خدا نگهدار. متشکرم. خواهش میکنم. دوستان عزیز، وقتمون اشاره میکنن که تموم شده. عزیزانی که روی خطوط هستین، خواهش میکنم روی خطا بمونین، قطع نکنین. خانم نیکا تلفناتون رو میگیرن و به تک تکیشون حتما رسیدگی خواهیم کرد. از شما عزیزان تشکر میکنم که وقت گرانبهاتون رو گذاشتین و به تماشای این برنامه نشستین. از آقای امیر شهرتی عزیزم تشکر میکنم به خاطر کارگردانی فنی برنامه. تا برنامه آینده، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و برای تک تکتون آرزوی سلامتی روزافزون دارم. خدا نگهدار.